سلام دوستای عزیز، من پس امروزمون راجع به در واقع سشوار و بعد از اون میریم سراغ عملکرد لوپ. همونطور که قبلا هم یه اشاره به این دوتا دستگاه کردم، امروز در مورد عملکردشون توضیحات رو خدمتتون میدم. سشوار سنتی در گذشته کاربردش این بوده که برای گرم کردن درب یا تاچ ال سی دی از سشوار استفاده میکنن. همین الان هم خیلی از همکارا این کار رو انجام میدن. ببینید، وقتی که ما داریم اصطلاحاً برد رو یا موبایلمون رو گرم می‌کنیم، با توجه به اینکه پرتاب باد بسیار بالایی رو داره و گرمای بسیار بالایی رو هم تولید می‌کنه، ریسک و خطرش بسیار زیاده. اما خیلی هستن که تو این حوزه هنوز دارن با سشوار کار می‌کنن و برای گرم کردن درب و اصطلاحاً از بین بردن خواص چسب زیر در از سشوار استفاده می‌کنن. نمیگم که این کار اصولی نیست، ولی کار استانداردی هم نیست، با توجه به اینکه امروزه دستگاه‌های به نام فلاتید یا سپراتور اومدن که در موردش توضیحات رو قبلا دادیم، و با توجه به اینکه اون دستگاه‌ها با اعمال دمای یک نواخت از پایین تا بالای تاچ ال سی دی میتونن یک دمای مناسبی رو تولید کنن، به همین خاطر برای درآوردن خیلی مطمئن‌تر است. اما سشوار رو اگر دقت کنید، شما با اعمال حرارت به پایین این برد و رفتن به بالا، دور قسمت پایین طبیعتاً دمای خودش رو از دست میده و کمتر میشه. پس شما اینقدر با دما رو زیاد اعمال بکنید تا به اون حد نرمال برسه و بتونید درب رو جدا کنید. پیشنهاد میکنیم از این استفاده کنید برای جدا کردن درب و تاچ ال سی دی، و بهترین دستگاهی که جایگزین این اصطلاحاً سشوار میتونه باشه سپراتور یا فلت هیت هست. اما کاربرد دیگه ای که سشوار صنعتی داره و میتونم بگم جزء استانداردهای همین حوزه هست، این هست که شما میتونید به جای هیتر از اونها استفاده کنید توی بعضی از کارها. اول بگم مخاطب در واقع این سشوارها فقط تعمیر کردن موبایل نیستن. اون افرادی که تو حوزه تعمیر بردهای الکترونیک هم ورود میکنن، حتما و ضروریه وجود سشوار. حالا این سشوار میتونه هم از نوع آنالوگ باشه و هم از نوع دیجیتال، فرق نمیکنه. مهم اینه که شما این رو میتونید استفاده کنید و برای برداشتن قطعات دیپ بزرگتر از اینها استفاده کنید. اما اون عزیزانی که تو حوزه موبایل میخوان از این سشوار استفاده کنن، یه نکته خدمتتون میگم. ببینید، اون سشوارهایی که ته اونها در واقع بسته است و باد رو به صورت حلقه‌ای از دور اون خارج میکنه، اینا یه نکته جالب دارن و شما میتونید به راحتی وقتی که یه قطعه رو میخواین عوض کنید و اون قطعه پلاستیکی هست، با اعمال حرارت یا با قرار دادن اون قطعه پلاستیکی تو مرکز سشوار میتونید اون رو تعویض کنید بدون اینکه اون قطعه پلاستیکی آسیب ببینه. پس یکی از کاربردهای خوب برای حوزه موبایل و البته حوزه‌های دیگه تعویض قطعات پلاستیکی به وسیله سشوار است، اونم به واسطه این تشتکی که کف اون وجود داره. یعنی اگه اون هیترایی که این تشتک رو دارن، ما حرارت رو یا اصطلاح قطعه مورد نظر رو تو مرکز قرار بدیم، حرارت غیر مستقیم میبینه و به راحتی میتونیم اون قطعه رو بدون آب شدن و دفرم شدن جدا کنیم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه. بریم که درباره لوپ یا میکروسکوپ اطلاعات کامل رو خدمتتون ارائه کنیم.